تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفری قرآنیم، آیه به آیه میشنویم و با تفسیر ساده، روان، فشرده، قطعیش آشنا میشیم. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 14 سوره هجر و الان آیه 75. در این چند دقیقه آیه 75، 76، 77 هر آیه دو سه کلمه است. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیات للمؤمنین. ماجرای آیات قبل این بود که قوم لوط دفع جنایت بر نداشتن، حتی نسبت به فرشتگانی که در قیافه انسان مهمان لوط شدن قصد تعرض داشتن. لوط التماس کرد اینا مهمون منن، آبرو منو پلو مهمون نریزید، خار نکنید، دخترام حاضرم عقد کنم به تو بدم. اینا دست بر نداشتن. این قوم لجوج توسط سیحه نابود شدن. بعد فرمود ان فی ذلک، آیه که الان بود بحث کنیم، ان فی ذلک یعنی در این سرگذشت لآیاتون، اشاره هاست للمتبسمین. تبسم از وقت به معنی اثر گذاردن به کسی میگن که از کمترین اثر واقعیت رو بفهمه، یعنی با فراست و هوشیاری. در روایات داریم متبسمین پیغمبر و اهل بیتن، یعنی کسانی که با اشاره چیز میفهمن. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، آدمای تیزهوش خیلی نکته برداری میکنن از این تاریخ. و انها لبسبیل مقیم، این ویرانه های سرزمین هنوز در کنار راه کاروان ها مقیمه، مقیمه پا بر جاست. این قوم لوط که زیر رو شدن ویرانه های چرا و راتونه میتونید ببینید. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، تیزهوش ها که خیلی چیز میفهمن. اگر تیزهوش باشه آیات، اگر مؤمن باشه دیگه آیات نه آیه. یعنی مؤمن از این ماجرا یه چیزی میفهمه، اما تیزهوش از این آیات چند تا چیز میفهمه. مؤمنای عادی یه چیزی میفهمن، مؤمنای تیزهوش چند تا چیز میفهمن. اگر متوسمن یعنی تیزهوشن با فراستن، اینها آیات چند تا چیزی میفهمن. اگر آدم عادی هستن لآیه، متبسمین آیات، مؤمنین آیه. خب شخصی به امام صادق گفت یه مسئله دارم. امام صادق علیه السلام فرمود که میخوای بگم سوالت چیه؟ پرسید که اکجا میدونی که سوال ما چیه؟ امام صادق فرمود به توسم لآیاتن للمتبسمین، به توسم. حالا ممکنه که میگیم در سبیل مقیم یعنی سبیل را راه معنا کنیم، سبیل مقیم یعنی در راه پا بر جاست. یعنی تو که تو جاده میدید ویرانه های قوم لوط رو میتونید ببینید. چه این مادی باشه، سبیل یعنی راه مادی، مقیم یعنی پا بر جا، یعنی ویرانه های قوم لوط پا بر جاست. برید ببینید چطور ما اینا رو نابود کردیم، درس عبرت بگیرید. ممکنه لسبیل مقیم راه مادی نباشه، یعنی راه خداست که مقیمه یعنی پا بر جا، سنت مانه. و انها لبسبیل مقیم یعنی این نابود کردن جنایتکارانی که موعظه و پند پذیر نیستن، این سنت من است که اگر بارها و بارها تذکر دادن انبیا و اینها در مقابل انبیا شاخشونه کشیدن و لجبازه کردن، اینا رو نابود کنیم. و این نابودی و این هلاکت لبسبیل، سبیل این راه من است، یعنی سنت منه، برنامه منه. مقیم یعنی برنامه پا برجاست، خدشه بردار نیست، یعنی هر کسی کار بره بکنه. بسیار حوادث تاریخ برای مؤمنین باهوش و برای مؤمنین عادی هم درس میتونه باشه. و از این هم معلوم میشه که آثار و بقایای اقوام گذشته برای آیندگان عبرت میتونه باشه. خب بریم سراغ آیات بعد. آیه 78. و این کان اصحاب الایکه لظالمین. 79. فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين. همانا اصحاب عکه هم ستمگر بودن. عکه به منطقه‌ای که بیشه باشه، درختان زیادی باشن،
منطقه بود بین حجاز و شام، جمعیت زندگی میکردن، پیغمبرشون حضرت شعیب بود. در روایت داریم حضرت شعیب به دو امت نازل شد، هم مدین، اهل مدین، هم اصحاب ایکه. دو منطقه بودن، پیغمبر دوتاشون حضرت شعیب بود، مثل امام جماعتی که دو جا نماز بخونن. حالا اونتها هر دو گردن کلوفی کردن در مقابل حضرت شعیب، هر دو گروه هم کافر رجباز بودن، هر دو گروه هم گرفتار عذاب شدن، یکی یوم الزله، یکی سیحه. خب و این اصحاب الاکه لظالمین، همانا اصحاب اکه هم ستمگر بودن. فانتقم نامن هم، انتقام خدا برای تشفی و عقده نی، انتقام یعنی چون عادله. فانتقم نامن هم، خدا میگه ما از اینا انتقام کردیم. و انهما لب امام مبین، این گروه هایی که گفتیم لب امام مبین، یعنی این دو منطقه در برابر چشم شما آشکار است، هم منطقه اصحاب اکه هم منطقه اصحاب قوم لوط، هر دو در چشم تونه. به هر حال باید ستمگرا بدونن که این آثارشون میمونه، دیگران عبرت میشن، نامشون به زشتی برده میشه. و یک نکته دیگه میگم، چه کی میگه لب امام مبین یا به لب سبیل مقیم. سبیل مقیم، امام مبین، جلو راتونه، ویرانه ها پاورجاست، یا امام یعنی رو پیش روتونه، روشنه. از این معلوم میشه که آقایون مهندس در طراحی ها، در طراحی های جاده ها باید یه جوری طراحی کنن که مکان های خبرساز، به قول امروزی هم میگن خبرساز، مکانهای عبرت آموز، اینا در مسیر راه باشن، در مسیر راه باشن. الان جاده ها برمیدارن مثلا پلیس راه میذارن، و حتی گاهی وقتا شبه های میذارن که انسان خیال کنه اینجا پلیس راه هن. این باید مثلا قدیر خم باید در مسیر مکه و مدینه باشه. و چه ظلم میشد که این جاده رو عوض کردن که الان نمیبینن که پیغمبر کجا جمعیت ده ها هزار نفره جمع که علی بن ابی طالب معرفی کرد، اصلا مسیر رو عوض میکنن. که یا مثلا احد نباید شهرک بشه، احد باید پادگان نظامی بشه که سربازهای سعودی که میخوان دوره ببینن از رو نقشه جنگ احد رو فراموش نشه. اینا دیگه یک تدبیراییه که آثار پیغمبر محفوظ بمونه. امام صادق علیه السلام مهمون داشت، فرمود میخوای پیراهنی که جدم علی ابن ابی طالب پوشیده بود رفت مسجد کوفه، مغزش شکافته شد، خونای مغزش به پیراهن رسیده، میخوای او پیراهن رو بیارم با خونای حضرت علی؟ گفتن بله. رفت او پیراهن آورد که اون پیراهن علی ابن ابی طالب بود، قطرات خون علی هم رو پیراهن چکیده بود پیدا بود. یعنی امام صادق، از امام امیرالمومنین تا امام صادق، 5 تا امام این پیراهن حفظ کردن. یعنی یه سری لباس شهدا رو ما باید حفظ کنیم، مکانهای تاریخ ساز رو باید حفظ کنیم، چون قرآن میگه لب سبیل مقیم، یعنی ویرانه های قوم لوط پا برجاست جلو راتون. یا میگه و انهما لب امام مبین، منطقه اصحاب ایکه جلو چشمتونه. یکی میگه مقیم پا برجاست جلو چشمتونه، پیداست مکانهای خبرساز و عبرت آور باید در طراحی مهندسی جاده ها و شهرها جوری طراحی بشه که آثار حفظ بمونه، برای آیندگان درس عبرت بشه. خب این آیه 75 و 76 و 77 78 79 این 5 آیه هم در اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.